با درود فراوان خدمت همه شما عزیزانم. هفته خوبی نبود. شماری از هموطنانمون در هنگام ادای مناسک حج به رحمت خدا رفتن. همه ما عزادار شدیم. وقتی در میان یک ملت همبستگی وجود داشته باشه، دردها به درد میارتت. سعدی بزرگوار: تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی آدم وقتی پیکر خرد شده هموطنی رو میبینه نمیتونه آسوده باشه، خیالش راحت باشه. و در این 37 سال چقدر پیکر خرد شده دیدیم. من همین به مناسبت هفته جنگ و دفاع مقدس نشسته بودم تأمل میکردم، فیلم ها رو میدیدم، ویدیو ها رو، حرف ها رو گوش میکردم. دو افسر رشید ارتش رو دیدم که خدمت این آقایون که میخوان خط رو ارتش بزنن رسیدن. صدای اون نازنین رو در برنامه خندوانه شنیدم، هموطنی که آسیب دیده بود و ماها انگار یادمون رفته به این آسیب دیدگان باید برسیم. کسی در جنگ ویتنام زخمی شده، 45 سال دولت آمریکا همه جور داره بهش میرسه، و در همه جای جهان، حداقل در جوامعی که برای انسان اون جامعه اعتبار و ارزش قائلن. در حال امیدوارم خانواده های این نازنینان از دست شده بتونن این مصیبت سنگین رو تحمل کنن. بعضا اونایی که ایمان مطلق هستن میگویند که اونها به آرزوشون رسیدن، در جوار کعبه خاموش شدن. مرگی دردناک. آرزو میکنم چنین حوادثی دیگه رخ نده. در سرزمین ما که این اتومبیل های تولیدی آقایون چقدر داره کشتار میکنه، چقدر تلفات میگیره. به هر روی رسیدیم به هم. من سنگ صبور شما، شما سنگ صبور من. میشینیم هفته 40-45 دقیقه با هم، من حرفای شما رو گوش میکنم، پاسخ میدم، درباره تلویزیون بهتون توضیحاتی میدم. این نکته رو بگم، یک هموطن من چندین بار پیغام گذاشته و گله کرده که من بهش جواب ندادم یا پیغامش رو پخش نکردم، و یک دلیلش این بوده که پیغام ها نصفه ضبط شده بود و من مشکل داشتم، نمیدونستم پایان چیه، آیا گفتن که من اینو پخش کنم یا پخش نکنم. و یا دیگری بود که گلایه میکرد که چون مثلا ایشون تمایلات طرفداری از پادشاهی داره ما پخش نمی کنیم. من بهتون گفتم من پیام رو گوش نمیدم. حالا یه نفر گفت نخیر دروغ میگید، شما گوش میدید، انتخاب میکنید. باور کنید به عزیزترین عزیزانم، من هیچ وقت گوش نمیدم. دلیل خیلی ساده ای هم دارم. منم انسانم، ممکنه یکی شما به من تندی کرده باشید، بعد وقتی گوش کردم بگم حالا چرا اینو پخش کنم. اما وقتی گوش نکردم میاد، حداقل شما میشنوید که اینجا سانسوری در کار نیست. من بارها به دوستانم گفتم، اینجا هفته گذشته یه اتفاق جالب افتاد، بگذار اینو براتون بگم. ماشاءالله عباس زاده رو من خیلی دوستش دارم، خیلی بهش احترام میذارم، کارشو بلده. روز پنجشنبه هفته پیش به خاطر اینکه عید شده بود و روزنامه ها منتشر نشده بود، آقای عباس‌زاده با رامین مدیر فنی شبکه با ایشون صحبت کرده بود و گفته بود به خاطر این تعطیل روزنامه ها اون روز میخواد یه مصاحبه‌ای راجع به زبان مادری پخش کنه.
رامین به او گفته بود خب شما بهتره با فلانی صحبت کنید راجع به کار تکنیکی زمان فرستادن و اینا با من، ولی محتوای برنامه رو شما بود با ایشون. متاسفانه چون در راه بود و اینا با من صحبت نکرد. برنامه اومد، بسیار مصاحبه خوبی بود، منهای یک چیز و اون این که من اینجا یه خط قرمزایی دارم، سانسور نیست، خط قرمز منه. من ایران رو یک ملت میدونم، ملت ایران متشکل از اقوام متعدد، لحاف چلتکهی که هر قوم بر زیبایی آن افزودن. وقتی سخن از کرد میگویم، از عرب ایرانی، از بلوچ، کرد خراسانی، تالش، مازندرانی، گیلک، آذربایجانی، ترک آذربایجانی، قشقایی و بختیاری عزیز و لور و بویراحمدی میگم، از شاسوان میگم، همه اینا بر این زیبایی افزودن. متاسفانه بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، بعضی از احزابی که نماینده اقوام ایرانی هستن از واژه ملت استفاده میکنن. امروز این خیلی طبیعی است، کردها تقسیم شدن در ایران و ترکیه و عراق و سوریه. میگویند ملت عراق یتکون، تشکیل شده، تکوین پیدا کرده از کردها، عربها. دو ترکمنها. و وقتی میان راجع به مذاهب صحبت میکنن، اهل سنت، شیعیان، ایزدیها، مسیحیان آشوری، مسیحیان ارمنی، مندانی ها، سابعه، اینا رو ذکر میکنن. بنابراین اون ملت عراق هست، از شعب العراقی. زمانی که یک قومی دارای استقلال باشه، اون زمان میتونه عنوان ملت بر خودش بذاره. نیشن یا نوسیون، اینا ترکیب هایی است که یا مفاهیمی است که از قرن 18 و 19 شکلیت پیدا کرده، فعلیت پیدا کرده و شامل مسائلی میشه که اولیش اینه، وقتی میگی ملت باید دارای یک دولت باشه که نماینده اون ملت باشه. من از واژه ملت و ملیت اصلا این رو نمیپسندم و درست نمیدونم. ملت ایران تفکیک ناپذیره. عرب ایرانی همونقدر جزو ملت ایران و ایرانیه که بلوچ، که مازندرانی، که گیلک، که همدانی، که عراقی، که لرستانی، که بختیاری، که آذربایجانی، که ترکمن، همه جزو یک ملت واحده، ملت ایران. اقوامی که بر زیبایی فرهنگ و تاریخ و گذشته و تمدن این ملت افزودن. در این مصاحبه چند جا دوست مصاحبه شونده عنوان ملیت رو برای خودش به کار برده بود. من بلافاصله به آقای عباس‌زاده زنگ زدم و گفتم این خط قرمز باید رعایت بشه. من کاری نمی کنم که خط بندازم بین ماها، ما یک ملت هستیم. تصدیق کرد، پذیرفت و بلافاصله اصلاحش کرد، جز یه مورد که اون مصاحبه شونده به گونه‌ای گفته بود که اصلاحش ممکن نبود. این یگانه سانسوری بوده، اسمش اگه سانسور بخواید بذارید. محسن خاتمی دوست منه، دیر سالی دوست منه، بارها شده وقتی صحبت میکردیم او تا اومده این واژه رو به کار ببره، به خاطر اینکه گذشته چپ داره، با کردها خیلی نزدیکه، من جلوش ایستادم به خاطر اینکه من این ترکیب رو نمیپسندم. ملیت های ایرانی وجود نداره، ملت ایران هست که همشون هم میگن
چو ایران نباشد تن من مباد. بی سلیقگی های بعضی، بی مهری های بعضی، به خاطر بی مهری ولایت فقیه توجیه کننده جدایی نیست. ببخشید زیاد حرف زدم، ولی مسئله مهمی بود که خواستم در درد دلم با شما بگویم. سانسور ما نداریم، ولی خط قرمز داریم. ایران فردا ناسزا نمیگه، خط قرمز منه. ایران فردا پرونده سازی نمیکنه مگر مدرک مستند داشته باشه. من اگر از آقای طاهری میگم، اگر میام از آقای شیرانی میگم، اگر میام از خانم محمودی میگم، مدرک دارم، اینقدر مدرک دارم که در هر دادگاهی میتونم ارائه کنم. ولی بیدلیل انگشت اتهام به سوی کسی نمیکشم و همکاران منم همینطور این رو رعایت میکنم. اجازه بدید به مجلس صدای شما بریم، بشنویم پیام هاتون رو و تک به تک ببینیم که دل تنگ شما چه داشت و چه میخواسته بگویه. در خدمتم آقای دکتری داره. من الان چندین بار برای شما پیغام گذاشتم، به یقین میدونم که قبلا هم گفتم شما پیام های تلفنی رو از قبل میشنویم، گلچین میکنیم و جواب میدیم. در حال ما میخواد میان رو خط سوال میکنیم تا بالاخره شما جواب یکی از اون سوالایی که باب دلتونه جواب بدید. سوال من اینه که چرا شما و آقای سازگارا نقش مجاهدین در اوایل انقلاب و کارهایی که مجاهدین بر علیه مردم کردن، به خصوص در رابطه با دستگیری افراد رژیم پهلوی، شناسایی افراد رژیم پهلوی و نوع همکاریش با دولت، با رژیم خمینی برای مردم تشریح میکنید؟ یک مورد. مورد دوم، آیا اگر این سرمایه هایی که سازمان مجاهدین نیرو که هیچی فقط سرمایه شد، اگر اون کسانی که این سازمان حمایت مالی میکنن، اگر این سرمایه در اختیار شاهزاده رضا پهلوی بود، آیا مردم، ملت، کشور، اون زادگاه خانه پدری و مادری زودتر از اینا نجات پیدا نمیکرد؟ شاهزاده رضا پهلوی جایگاه مردمی داره، تمام آلترناتیو های خارج از کشور داخل کشور میدونن. هیچ کدوم از رهبرهای سیاسی جایگاه شاهزاده رضا پهلوی رو میون مردم ندارن. هیچ کدوم از رهبرهای سیاسی اینقدر که مردم به شاهزاده علاقمنده بونه علاقمند نیستن. ولی چرا اونهایی که در زمان شاه مدیون شاه هم، به خصوص اقلیت های کلیمی و باهایی که حالا بعد از سالیان سال این همه ثروت به دست آوردن به برکت همون شاه فقیه، الان برای جبران به فرزند همون شاه کوتاهی میکنن؟ چرا؟ اینا کی میخوان دینشون ادا کنن؟ منتظرم که جواب سوالا رو بدید. خیلی ممنون. شاهد از غیب رسید، چه خوب. نه دوست من، من پیام ها رو نمیشنوم. شمارم آرش به من گفت یک بیننده ای در حالی که پیام های ناقص ازش بوده، حالا یه پیام کامل گذاشته براتون میفرستم که گلایه هایی داره که من اشاره کردم ولی نشنیده بودم شما رو. دوست من راجع به مجاهدین مفصل گفتم. آقای دکتر سازگارا رو خب مستقیما میتونید ازشون سوال کنید، ولی شخص من راجع به قربانی شدن نسل‌هایی به دنبال وهم مسعود رجوی اینجا بارها گفتم. باور کنید اگر شما سخنان آقای رجوی رو بگذارید با یک روند تاریخی و زمانی گوش بدید، فاجعه است. روزی که ایشون در خانمشون گوشی رو برداشتن، حمله،
تو اون برنامه فروغ جاویدان یا مرساد صادر کردن. من اینجا با جمال بزرگزاده گفتم وای به حال این بیچاره ها، چون میدونستم زرکشو دارم میفرستن کشته بشه. اینا رو میدونستم چه بازی هایی داره آقای رجوی میکنه. فکر کرد تو همین مذاکراتش با رئیس استخبارات عراق ببینی چه ها میگوید. رسمن میگه آره ما برای کشتیم اینا رو که رژیم رو تضعیف کنیم، کشتیم، به قتل اعتراف میکنه. و این جوانای بدبخت رو که اونجا میگه بریم اینا رو بفرستیم داخل برن از شرشون خلاص بشیم. من بچه های مجاهد رو و الانم توی لیبرتی رهاشون کرده، خودش دنبال مورنگ کردن و زندگیش. حالا اینا رو من میگم، نگاه کنید هفته دیگه چه خبر میشه، کامنت هایی که میبینید، حتی مقاله راجب فضا زیرش میرن یه فحش نثار من میکنن. مهم نیست، فحش از دهن تو طیبات هست. خوشحالم که حسین بازجو به من ناسزا میگه، مجاهدین میگن، اون کسی که اعتماد رفیقش رو میفروشه کارتون برای من میکشه و منو وصل میکنه به چپ و راست. اینا برای من افتخاره، چون آدم نفروختم، چون بر سر اعتقادم بودم. روزی که مجاهدین سخن از آزادی میگفتن من تو خطر هم بودم، نوار در آوردم ازشون حمایت کردم. ولی روزی که رفتن در آغوش صدام جلوشون ایستادم، از همون روز تا امروز. آقای رجوی در دادگاه جنایت علیه بشریت باید محاکمه بشه در کنار مقامات جمهوری اسلامی، چون کم نکرده به جان و مال و نوامیس بچه هایی که او رو باور کردن، تصور کردن از صحرای مجاور وطن تو عراق ره به ایران پیدا خواهند کرد. من بارها اینا رو گفتم دوست من همیشه گفتم. کارهای اول انقلابشون هم یادمه، آقای رجوی وقتی با آقای میثمی پشتن اومدن پیش خمینی، من تو مدرسه علوی بودم، که امام این ارتش نامرد رو منحل کنید، این ارتش باید نابود بشه، چون نقشه داشتن، برنامه داشتن. خمینی اگه یک کار خوب در عمرش کرده باشه این بود که ارتش رو منحل نکرد، گوین که 2000 تا از بهترین فرزندانش رو اعدام کرد. ولی ارتش موند تا در برابر نقشه صدام که زمینه هاش هم جور شده بود بیسته. یادمون باشه اینها رو هیچ وقت از حافظه تاریخیمون نباید کنار بگذاریم، پاک کنیم. با چقدر انسان با جونشون آقای رجوی بازی کرد. بچه‌ها با کفش کتونی تو خیابون، نه اسلحه داشتن نه چیزی، فرستاد اینا رو به جنگ آدمایی مثل خودش که اون بر خط بودن که با مسلسل بزنن بچه‌ها رو نابود کنن. بعد سال 60، سال 67 با اون عملیات پوچه به قربانگاه فرستادن بچه‌های مجاهدین 4000 نفر رو داد دم تیغ این جنایتکاران، مصطفی پور محمدی و رئیسی و اشراقی و که اون مرد عزیز، اون مرد پاکدل منتظری در خاطراتش چگونه از اونها یاد میکنه. بله من گفتم. اما درباره این که اقلیت ها که من از این لفظم زیاد خوشم نمیاد، پیروان آیین بهایی و مذهب موسی کلیم الله، یهودیان ایرانی که در رژیم گذشته به ثروت رسیدن، چرا حالا کمک نمی کنن؟ شما از کجا می دونید؟ شاید هم می کنن. من خودم مدرکی ندارم که بگم کمک می کنن یا نمی کنن، ولی قاعدتا یهودیان ایرانی در آمریکا به خصوص ثروتمندان بزرگی هستند و همه‌شون هم به سلطنت علاقه دارن و به پادشاه، رژیم پادشاهی مشروطه
در تمام گرد همایی های هم هستن. فکر میکنم احتمالاً کمکی هم میکنه. در مورد هموطنان بهایی صحبتشون اینه که اونا از دخالت در سیاست منع شدن، اما این باز به معنای آن نیست که در گستره حقوق بشر فعالیت های فرهنگی که در راستای اعتلای فرهنگ ایرانی است حضور نداشته باشند، که دارن، در بعضیش دارن. من خودم شیکاگو رفتم، از اون فعالیت فرهنگی در حیرت شدم، هیچ جای ایرانی دیگه ندیده بودم. ولی در حال بازم انتظار دارن. گاهی با جمال عزیز صحبت میکنیم، میگه چقدر دلم میخواست بهایی ما برای نسرین ستوده و آیت الله بروجردی هم اطلاعیه میدادن و یاد میکردن از عباس امیر انتظام و حقوق بشر رو برای همه میخواستن. حالا اینا مقوله مفصلی است که اگر وقتی من فرصت داشته باشم با محفل اصلی گفتگو کنم این مسائل رو مطرح میکنم. مذاهب تمام احتیاج به تحول دارن، آیین‌ها احتیاج به تحول دارن. شما نمیتونید یک متنی رو بگیرید و بگید تا میلیون سال دیگه من متمسک به این متنم. نه، زمانه، وقتی ما خودمون میگیم حضرت علی گفت فرزند زمان خیشتن باش، یعنی چی؟ یعنی با زمانت جلو برو. ببخشید، هموطن بعدی. آقای نوری‌زاده سلام عرض میکنم خدمت شما. من پیامی دارم که این پیام رو البته به عنوان شما هم میتونه باشه، ولی من ترجیح دادم که عنوانش رو خطاب به هم‌میهن بگم خدمتتون. یک دقیقه طول میکشه تأمل بفرمایید ممنون میشم. هم‌میهن، آنان به من میگویند تو ترکی، او کرد. آنان به من میگویند تو عرب هستی، او فارس. آنان به من میگویند تو بلوچ هستی، او گیلک. آنان به من میگویند تو مسلمانی، او یهودی. آنان به من میگویند تو مسیحی هستی، او زرتشتی. آنان به من میگویند تو شیعه هستی، او سنی. آنان به من میگویند تو هیدری هستی، او نعمتی. آنان هیچگاه از ایرانی بودن من و ایرانی بودن او سخن نمیگویند. آنان حراسشان ز یگانگی ماست، آنان حراسشان و ایرانی بودن ماست. متشکرم، بدرود، پاینده ایران. سپاسگزارم هموطن من. چقدر قشنگ، من اون اول برنامه مقدمه رو گفتم چطور هماهنگ شد. اینا لطف الهی است و القلب و یهدی الی القلب. قلب های ما به هم ارتباط داره، به سوی هم راه میبره. البته بعضی وقتا هم میگه که دل من ز قصه خون شد، دل تو خبر نداره. غلط است این که گویند به دل رهیست دل را، دل من ز قصه خون شد، دل تو خبر نداره. هموطن بعدی. آقای دکتر نوری‌زاده درود فراوان بر شما. دو سه برنامه قبلیتون در برنامه خانه پدری یه اشاره مختصری به شخصی به نام حمیدرضای نقاشان کردید. اگه ممکن ازتون خواهش کنم در برنامه خانه پدریتون یه توضیحات بیشتری در مورد این شخص محترم بیان بفرمایید، خیلی ممنون خواهم شد. سپاسگزارم دوست من. من راجبشون صحبت کردم. ایشون در آغاز انقلاب، روزی که آقای خمینی اومد، از همون روز نخست ایشون مأمور حراست از آقای خمینی بود. با آقای رفیق دوست ارتباط داشت، آشنایی داشت. با اون بچه های مدرسه علوی آشنا بود
و شما عکسای آقای خمینی رو در پنجره مدرسه ببینید، همیشه آقای نقاشیان اون بغلش ایستاده و طبیعتاً ایشون به جماران رفت، به قم رفت، به جماران رفت، مدت‌ها با آقای خمینی بود و در طول جنگ به جبهه رفت، زخمی شد. بعد وقتی که جنگ تموم شد، آقای مرتضی رضایی، حاج مرتضی رضایی که یه مدت فرمانده بود و بعد فرمانده اطلاعات سپاه بود، اومد و این یک شرکتی درست کرد، شرکت رزمندگان و رزمجویان، که این خورده ها رو بیان جمع بکنن بفروشن برای معلولین جنگ. یعنی اونجا یه تانک خراب شده افتاده، اونجا یک نفربره، اونجا یک زرهیه، چیزایی که تو جنگ خورده تو جبهه ریخته بود و غنایمی که از عراق گرفته بودن از کار افتاده بود، اینا رو جمع کردن و آقای نقاشیانم با اینا همکاری میکرد و بعد ایشون رفت شرکت کاترپیلار رو گرفت و مقداری اسلحه خرید برای ایران در مواقعی. بعد هم تبدیل شد به یک شخصیت، یک سردار سپاه که در این حال در کار بیزینس هم بود. دفتر و دستکی داشت در خیابان قدیم شمیران شریعتی حالا، و سفر به خارج میکرد، میمد میرفت، ولی ایشون رو گرفتن و خیلی آزارش دادن، خیلی زیاد، برای اینکه پولی که تو این بیزنس به دست آورده بود ازش بگیرن و ظاهرن هم گرفتن و او دوباره اومد از صفر شروع کرد، مثل خیلی های دیگه. با بسیاری از آدم ها این کار کردن، یکی دوتا نیستن. من یه دوستی دارم، آدم صادقی هم بود، رئیس انجمن دانشجویان بود در دانشگاه خواجه نصیر و یک جوان فعال تو جبهه زخم برداشت، چقدر آسیب دید، عاشقانه ایران رو دوست داره، عظمت و اعتلاء ایران رو میخواد، رفت تو کار بیزینس موفق شد، کاری که اصلا ربطی هم به ایران نداشت، تو ترکمنستان، ولی گرفتن و رفیقش رو دید که شکنجه‌گرشه و آزار دادن، از هستی ساقطش کردن، ولی او انسان کارآفرین بود، دوباره شروع کرد و روی پای خودش ایستاد. این کارو در مورد خیلی ها دید. هموطن بعدی من، آقای نوزاده سلام. ببخشید من با گریه شما گریه میکنم، روز جمعه هم گریه میکنم، چون میدونم دو روز شما رو نمیدونم. برنامه شما یه دانشگاه، واقعا مردم از این برنامه درس باید بگیرن. نمیدونم تا کی میخوام سکوت کنم. آیا جوانای ما، دخترای ما سزاوار روی خیابون باشن؟ جوانامون باید معتاد بشن، دانشجوی ما معتاده، یکی به فریادمون برسه. کی میشه منتظر معجزه؟ کدوم معجزه باید صورت بگیره؟ ثروتمندان که پول میدن، فکر میکنم خدا هم زیر میزی میگیره، وقتی میخوان بمیره اموالشون به نام نمیدونم اینا که معتاجن میکنن، چرا قبلا نمیدن؟ خدایا به دادمون برسیم. میبوسم، گریه نکن، گریه تو منو میرنجونه، ما همه در حال گریه. قربون همه تون برم، خدافظ. ممنونم، چه بگویم، ممنونم. هموطن بعدی، با عرض سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. برنامه‌تون عالی، سوپره. فقط یه خواهی دارم، برنامه‌های ایران فردا قطع شده. من از وین زنگ زدم اتریش، تمام برنامه قطع شده، هیچی نیستش. لطف کنید به یه سری بزنید حالا اینجوری بگید. قربان شما، خیلی ممنون. دوست من، برای من نگفتی شما از کجا می‌بینید. یه چیزی که من شنیدم، خب جیلویس که ما هستیم، ستلایت هم هستیم، سایت خودمون هم هستیم، ایران فردا هستیم دات تیوی و سایت خود من نوریزاده دات کام. شاید جادو بوده، یه سیستم جادو که دو سه روز مثل که قطع بود، ولی ما هستیم. نه عزیزم، دوست عزیز و نازنین من آقای رجبی، معاون وزارت آموزش پرورش و یکی از دستیاران مرحوم هویدا در اتریش، مطمئن باشه یک ساعت قطع بشه به من خبر میده. نازنین انسانی است که بسیار دوستش دارم.
هموطن بعدی. الو، نمیدونم رو ار نمیاد که میخوام با آقای علیزاده نوریزاده صحبت کنم. خواستم بهشون بگم که ما دستتون رو میاریم میگیریم، تشریف آوردیم ایران، میبریم آپارتمانتون. تو الان خونه پدریتون و مادریتون و همه رو کوبیدن آپارتمان شد، ولی خونه خودتون تو بولوار بیحق میدون آرژانتین هنوز هست. همه ما همسایه ها منتظرتون هستیم. خونه تونم الان روی 3 میلیارد شده. خبر خوش بهتون بدم. و این خونه همیشه بگیم وقتی که بیل میاد و شارژ میاد اینا دیگه اسم اون طرف رو نمیگیم، میگیم منزل آقای نوریزاده اینقدر شده. در حال از قول من سلام برسونی، من اسممو نمیگم برای اینکه من یکی از همسایه هاشون هستم و هنوزم اونجا نشستم. خیلی ممنون میشم. سپاسگزارم بانوی گرامی، همسایه عزیز. صداتون رو نشناختم، نمیدونم، سالها گذشته، ولی ممنونم همین که به یاد من هستی. اشکال نداره، خونه منو گرفتن، لابد کس دیگه توش میشینه. ناراحتم نیستم، فکر نکنه من میگم خونه منو غصب کرده، چون لابد چند دست گشته و اونم خریده. انشالله زندگی خوشی در اونجا داشته باشه، ولی گاهی اوقات اون پنجره اتاق پذیرایی رو که رو به کوه باز میکنه از جانب من به دماوند سلام بکنه. دلم برای اون منظره خیلی تنگ شده. سپاسگزارم ازتون. هموطن بعدی. استاد، روز و شب شما هم ختم به خیر بشه. آقا من خیلی زنگ زدم که بایی دکتر موفق بشم صحبت کنم، کار خیلی واجبی داشتم، ولی نمیدونم چه جوری که اصلا این پیغامای ما رو آقای دکتر میتونن گوش بدن یا به دست ایشون میرسه یا نمیرسه. قربان حالا یار بگم ممنون میشم اگر اثر لطف بکنن یا تماسی بگیرن، چون کار به شدت واجبی داریم، به شدت واجب و به شدت واجب که من شو خیر برای همه. قربان شما، ممنونم، خدا حافظ شما. دوست نازنینم، خب شماره تو نذاشتی، من چجوری با تماس بگیرم؟ از کجا میدونم شما کجا هستی و ایران بودی؟ ولی من شماره تو نمیدونم عزیزم. این پیامگیر ما شماره رو حفظ نمی کنه، 100 تا 200 تا 300 تا پیام توش میره، من دیگه شماره رو نمیدونم چیکار کنم. پس لطف کن عزیزم، شماره تو تو پیامگیر بگذار، اشارم بکن که خصوصی است که پخش نشه، چون من گوش نمیدم. بیارم شماره رو بردارم و زنگ بزنم. همین امروز به دو تا هموطنم که شماره گذاشته بودن در ایران زنگ زدم، اولی جواب نداد، دومی گفت مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. امیدوارم در تماس بعدی بتونم باشون صحبت کنم. هموطن بعدی. جناب نوریزاده، من خودم در روزگاری که معروفه که آقای خلخالی میخواست بیا در تخت جمشید، کارمند اونجا بوده. من کاری ندارم، آقای خلخالی باید پاسخ به تاریخ بده به دلیل جنایاتش، اما مطلقا به تخت جمشید اهانت نکرد. یک روز صبح اومد اونجا در مقابل توضیحات رئیس تخت جمشید بسیار بسیار قانع شد، متواضعانه تخت جمشید رو ترک کرد. همین بود و همین. این که مردم آمدن جلوش خوابیدن، این که استاندار اومد جلوش رو گرفت، مطلقا وجود نداشت. اما ناگفته نماند، در اردیبهشت سال 58 از طرف روحانیت وقتی شیراز به تخت جمشید با لودربور دیزل حرکت میخواستن حمله بکنن، با همت رئیس وقت تخت جمشید و با کمک روحانیت مرودشت، شخصی که در اونجا وجود داشت به عنوان امام جمعه، جلوی این کار گرفته شد. ولا غیر، جز این چیزی دیگر نیست و کسی دیگری به تخت جمشید حمله نکرد. متشکرم. درود بر شما دوست من، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اما این نکته رو خدمتتون بگم، آنچه من روایت کردم به روایت از زنده یاد نصرت الله امینی استاندار و زنده یاد دریادار دکتر مدنی بود.
آقای خلخالی حرکت که به سوی شیراز کرد هدفش ویران کردن تخت جمشید بود. لودر و غیر و اینا هم آماده کرده بودن با سپاه با همون کمیته ها که برن این کارو بکنن. آقای نصرت الله امینی میگفتن تهدید کردن، به آقای بازرگان تلفن کردن، پیغام برای آقای خمینی دادن اگر این کارو بکنن تمام مردم تو جاده میخوابن و خلخالی جون سالم به در نخواهد. حالا این کار شد یا نشد یا فقط تهدید بود من نمیدونم. و اینم که فرمودید از شیراز حرکت کردن به دستور بعضی از آخوندهای یکیشون همین حائری که امروز حالا همه کاره است، که اون وقتی آخوند جوان بود و آقای خود دستقی به بزرگ، که بله این آثار بین بره و راست میگید اون روحانی مردشتی به اتفاق مردم و اهالی جلوی این کار رو گرفت. در حال بسیار سپاسگزارم و چقدر خوبه کسانی که ناظر و شاهد بودن صحبتهایی که ما میکنیم بیان شهادت بدن و بگوین و باز کنن قضیه رو. بسیار ازتون ممنونم هموطن گرامی. اما یه خواهش ازتون دارم، از همتون وقتی تلفن میکنید صدای تلویزیون رو ببندید، چون بعضا مثلا دارید برنامه منو میبینید یه چیزی میشنوید همون موقع میایین زنگ میزنید، صدای تلویزیون رو کم کم کنید، چون صداتون که میپیچه اون وقت من نمیتونم بشنوم. هموطن بعدی. آقای دکتر نوبزاده، شما این مناظر بسیار قشنگ پشتتونه وقتی دارین صحبت میکنین و یه جایی بنویسین اینجا کجاست، برای اینکه اگه ننویسین اینجا کجاست چه فایده ای برای ما داره که نگاه کنین. چشم. اینا مناظری هستن که همه شون اگه ما بدونیم کجا هستن خیلی به ما کمک میکنن. مرسی. سپاسگزارم. تهیه کننده برنامه رامین داره الان میشنوه، چون این برنامه منم رامین تهیه میکنه دیگه، مسئولیتش رو خودش پذیرفته، این کار رو خواهد کرد. چشم، حتما حرفتون درسته. این منظره های میهن زیبای من رو باید حتما بنویسیم کجاست. هموطن بعدی. دکتر میرزاده گرامی درود، هزاران درود. از ساری صحبت میکنم. دانشکده بی تردید بهترین رسانه حال حاضر برای ایرانی ها در بالاترین سطح ممکنه. بسیار سپاسگزارم. هر روز به از دیروز برنامه شما با آقای محمود کویر و دیروز با آقایان دکتر آموزگار و محمد جلالی فوق‌العاده بود. با درود به همه همکاران شما به ویژه آقایان شاهید چالنگی عزیز، دکتر سازگاران، بیمادی و خانم گردافری و همه با همه بدرود. زمین تیتر برنامه شما که رو به خانه پدری بود و پنجره رو به خانه پدری بود الان عوض شده. فکر میکنم تیتر قبلی خیلی قشنگتر بود. شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار. سپاسگزارم بانوی نازنین. ولی هنوز پنجره رو به خانه پدریس عوض نشده عزیزم. خیلی من این دفعه حرف زدم و پیامای شما موند، بله بسیاری موند، ولی قول میدم دفعه آینده خیلی کوتاه حرف نزنم که همه پیام ها رو بشنوید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگر همین ساعت و همینجا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.